متشکر. من یه پرسش دیگری رو کوتاه مطرح میکنم. خواهش میکنم. آگاه هستین که یکی از عزیزه و اعظم فلاسفه معاصر گفته که تنها شاعران و متفکران، البته تأکید تقدم شاعر بر متفکر، حق دارن واژه بسازن و نیازی به بیان دلایل اون هم نیست، چرا که شاعر برای بیان تصاویر ذهنی خودش واژگانی رو باید بیابه که حامل اون حس، ادراک و تصویر ذهنی شوشه و متفکر نیست. شما با این مسئله چگونه برخورد کردین؟ معتقد هستین اینطور؟ ممکنه نظرتونو بفرمین؟ از شاید که در مورد متفکران که من اظهار نظری نمیتونم بکنم، ولی اون چه مسلمه، اصولا شعرها رو واقعا شما اگه نگاه کنید، کتب لغت رو هرچی مال قدیمتر نگاه کنید میبینید حجمش کمتره، برای اینکه شعر بعدی که آمده حاجتی به بعضی مسائل دیگه داشته، زمانه عوض شده بوده، مسائل و موضوعات زمانه عوض شده بوده و گفتنی های دیگری پیش آمده بوده و کلمه در دسترسش نبوده، ناچار میساخت. منتها در این ساختنها گاه هست که میبینی بعضی ها به اسلوب میسازن کلمه را، یعنی اگرچه کلمه نو هست یا در معنی تازه به کار میبرن یا اینکه ترکیب تازه میسازند و در شعرشون میآورن، یا بیرون از اسلوب. اونایی که بیرون از اسلوب و ذوق نمیپسنده اینها پس زده میشه. مثل فرض بفرمایید دیوان خاقانی شاید پر ترکیب ترین و پر از کلمات تازه، ترکیب های تازه باشه در شعر ما، یا نظامی. اما تمام ترکیبات نظامی یا خاقانی امروز پسندیده نیست، برای که بعضی هاش دور از ذهن، دور از ذوق بوده، ذوق عامه و ذوق تاریخ هم و پسند به صلاح اون حد وسط، چون روجیست که حرکت میکنه، یه پایین داره یه بالایی داره، که خس خاشاکی داره، یه حد وسط به صلاح اصلی داره که اونایی که به اون حد وسط دست میابن به اونها بیشتر و بهتر از عهده برمیان. یا دوره صفویه زبون رو باز گذاشته بودن برای آمدن کلمات عامیانه، به اصطلاح کلمات قهوه خانه ها، کوچه و بازار، کسبه، فلان اینا. و ما میبینیم که فرض تو دیوان صاحب، اگر بعضی کتب لغت هندی نباشه، نیمی از دیوان صاحب برای ما مفهوم نیست، حالان که حافظی که چند صد سال پیش از این بوده برای ما مفهوم تر از صاحبی است که به ما نزدیک تره. چرا؟ برای که صاحب میدون رو باز گشته بوده به سلیقه زبان برای هر کلمه تازه، هر ترکیب تازه که بزنش اومده، و امروز اون متروک شده و چیزایی رو که به اصطلاح گذرا بوده به شعر راه داده و به نتیجه وقتی که اون مسئله برطرف شده، موضوعیتش از بین رفته، خود کلمه هم که رساننده اون موضوع هست، یعنی وضع شده برای اون موضوع یا ساخته شده، او هم خود به خود از بین میره. خود به خود از بین میره. اما بسیار کسان بودن که در همون زمان صاحب بودن ولی به اون حد وسط دست یافته بودن، مثلا شیخ بهایی یا میره داماد، با وجود که دیوان کوچیکی داره، معزله که همش تقریبا مفهوم است برای ما. اینه که حرف درستی است که به نظر من میگه که هایدگر، که البته او مقصد فلسفی داره. بله بله. و مقصدش شاید والاتر و بیرون از این مسئله باشد که ما بهش اشاره کردیم. اما به هر حال ما در این حد بحث خودمونم حرف رو میپسندیم و به نظر من حرف کاملا درسته. بله، خواهش میکنم. شعری که میخواییم بخونین آقای اخوان چیه؟ از شعرهای آخر زمستان هست و شعر کوتاهی است به اسم باغ من.